بنجامین بریر، شهروند فرانسوی بازداشته در ایران در اعتراض به عدم محاکمه عادلانه و 20 ماه حبس، دست به احتساب قضا زده است. بلندین بریر، خواهر او، در گفتگو با ایران اینترنشنال میگوید او تصمیم دارد تا روشن شدن تکلیف خود همچنان به این کار ادامه دهد. بنجامین هنوز در اعتصاب قضا به سر میبره. چند روز قبل باهاش تلفنی صحبت کردم. اون تصمیمشو گرفته تا به این کارش ادامه بده. شاید به این وسیله بتونه دولت فرانسه و مقامات ایرانی رو تحت فشار قرار بده تا براش کاری انجام بدن. حقیقتاً این خیلی برای بنجامین شرایط دشواریه و از لحاظ جسمی همونو در وضع خیلی سختی قرار داده. بعضی وقتا بهش اجازه میدن تماس بگیره، اما روز بعدش بدون دلیل این امکانو ازش میگیرن. معمولاً هر سه هفته یه بار تماس میگیره و کنسولگری فرانسه هم پیگیر کارای اونه. میدونم که مقامات دولت فرانسه دارن بهترین تلاششون رو میکنن، اما این کافی نیست و هنوز توریستای دیگه هم بدون دلیل و بدون هیچ گناهی در ایران زندانی هستن، بدون اینکه حتی حکم مشخصی داشته باشن. معمولاً هر دو سه ماه یه بار مقامات کنسولگری اجازه دارن بهش سر بزنن و به ملاقاتش برن و هر دفعه هم حدود 40 تا 50 دقیقه وقت ملاقات دارن. معمولاً این افراد کنسولگری نامه های ما رو به دستش میرسونن و اگه نامه‌ای برای ما داشته باشه برای ما میفرستن. اونا همینطور باهاش در تماس هستن تا ببینه از لحاظ جسمی و روحی شرایط مناسبی داره یا نه. اونجا کسی انگلیسی و فرانسه بلد نیست. بنجامین عاشق ایران شده بود و مردم ایران رو واقعا دوست داشت. اون واقعا کاری نکرده بود که بازداشت بشه، اما با این حال هنوز در بازداشت به سر میبره. داریم درباره توریست فرانسوی صحبت میکنیم که 20 ماه تو زندانه و هیچ سند و مدرکی در تایید اتهاماتی که بهش وارد شده هم نیست. میتونیم تنها امیدوار باشیم که اونو آزادش کنن. اون چه که به سر اون اومده وضعیتی رو ایجاد کرده که حقیقتاً برای ما خیلی سخته.